روزنامه اعتماد در گزارشی میدانی از محله‌های شیرآباد زاهدان زندگی تلخ مردمی را نشان داده است که یخچال‌هاشان تبدیل به کمد شده و بی‌شناسنامه و محروم از حداقل‌ها در چهار دیواری‌های از خشت و گل زندگی را به سر می‌آورند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در بخشی از این گزارش زیست شهروندانی تصویر شده که تنها کار در دسترسشان خلاف است و به خرید و فروش مواد و الکل و اسلحه مشغولند و دردناک اینکه زن و مرد، بچه و بزرگ، پایپ و لوله و سیخ به دست مشغول مصرفند، آن هم در فضایی که بوی عفونت زخم‌های درمان نشده ساکنانش هوا را انباشته. اعتماد در ابتدای این گزارش آرزو کرده که تلخی‌های مستتر در متن با تدبیر مسئولان به شیرینی تبدیل شود. در دیدگاه جزئیات این گزارش را با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از ایتالیا بررسی می‌کنیم. آقای نخل احمدی، به دلیل بلند بودن گزارش میدانی روزنامه اعتماد میخوام از شما خواهش کنم نکات و محورهای اصلی اون رو برای شنوندگان ما مرور بفرمایید، بعد در مورد این نکات من پرس شما مطرح کنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. ببینین، این گزارش با این عنوان شروع شده که دروازه به جهنم. طبیعتاً اگر کسان که این گزارش رو میخونن، یک جهنم به معنای واقعی شاید و در ذهن اونها تداعی بشه و طبیعتاً کسانی که این شرایط رو دیدن یا در اون زندگی میکنن با فاجعه خیلی سخت‌تر مواجه هستن. این جهنم ها خوب از طریق یا در واقع به واسطه یک حاکمیتی که ایدئولوژی هست و هر کسی که تفاوتی در دیدگاه ها یا اعتقادات و یا هر گونه در واقع مسئله دیگر با حکومت داشته و داره بر اونها در سطوح مختلف تحمیل میشه. در این گزارش آمده تصویری از یک جهنمی هست که یا جمعیت بسیار زیادی هست که در منطقه بدون هیچ گونه امکانات زندگی میکنن. اغلب چون اوراق هویتی ندارن نمیتونن کار بکنن، نه بچه‌هاشون به مدرسه برن. فقر و محرومیت در واقع آنقدر شدیدی بر اینها تحمیل شده که به قول نویسنده در بسیاری از چهار دیواری هایی که یخچالی هم وجود داره، این یخچال فقط تزئینی هست و در نقش یک کمد در واقع ظاهر میشه. فضای زندگی اونقدر کوچیک است که اغلب افراد خانواده حتی برای خوابیدن در کنار هم جا ندارن و قوت اغلب اونها نان خالی هست. اما چون هویت ندارن نمیتونن کارت نان تهیه بکنن و لاجرم باید نان رو بین 25 تا 30 هزار تومان از بازار آزاد تهیه بکنن. فضایی که بسیار فضای سختی هست. دختران و پسران چون نمیتونن مدرسه برن، دختران زیر سن قانونی مجبور هستن ازدواج کنن، پسران هم در کوچه و خیابان‌های منطقه نهایتاً یا درگیر و دزدی، فروش مواد، جابجایی مواد و نهایتاً اعتیاد میشن که این یک سیکل بادتولید شونده است که ظاهراً هیچ پایانی هم برای اون نمیشه متصور. این وضعیتی که گزارش توصیف میکنه آقای نخل احمدی منحصر فقط به شیرآباد زاهدانه؟ ببینید، در جایی از این گزارش آمده که هیچ جای زاهدان شبیه شهری که مرکز یک استان بزرگ هست نیست یا باید باشه نیست. در همین گزارش چندین منطقه دیگر رو نام برده که شرایط شبیه شیرآباد دارن. مردمی که حالا به دلیل خوشسالی یا فقر شدید به امید یافتن یک حداقل امکانات آمدن و در حاشیه شهر زاهدان اقامت کردن، یا شهروندانی که باز هم به دلیل فقر امکان اجاره خانه در داخل شهر رو نداشتن و چاران هی هول داده شدن به این مناطق حاشیه‌ای. بلوک‌های سیمانی رو هم گذاشتن و اینها شده سرپناهشون. شهرداری هم اغلب با بولدوزر میاد این بلوک‌ها یا این چهار دیواری‌ها رو خراب میکنه و به اینها در واقع هیچ پیشنهادی نمیشه که حالا که اینجا همین سرپناه رو هم ندارین به کجا باید برین یا کجا میتونین برین. اما از این طرف شهر زاهدان هم شرایطش بهتر نیست. تفاصل طبقاتی در این شهر خیلی الان افزایش پیدا کرده. اغلب کسانی که حالا سرمایه از قبل داشتن هنوز میتونن گذران بکنن، اما ثروت اصلی در حال حاضر در دست کسانی است که به هر نحوی با حاکمیت در واقع در حال رابطه داشتن هستن یا حاکمیت از اونها حمایت میکنه، چه افراد بومی که با حاکمیت ارتباط دارن و یا چه کسانی که حاکمیت اونها رو در واقع کوچ داده است در این منطقه و از اکثر امکانات دولتی و حکومتی بهره مند هستن. آقای نخل احمدی، اعتماد در ابتدای گزارشش تاکید کرده که به این دلیل تلخی‌های شیرآباد رو بازتاب داده، بلکه با تدبیر مسئولان به شیرینی تبدیل بشه. طبعا اداره اطلاعات، استانداری، فرمانداری و پلیس منطقه
قبلا هم گزارشی از وضعیت شیرآباد داشتن. سوال اینجاست که آیا نشانه‌ای برای اینکه مسئولین دولتی و حکومتی کاری برای این مناطق و این مردم بکنن دیده شده؟ ببین اجازه میخوام دو تا فاجعه‌ای که امروز مردم ایران نه فقط در سیستان بلوچستان در کل ایران باهاش مواجه هستن نام ببرم. یکی در کلام چند روز پیش علی خامنه‌ای بود که به وضوح صحبت از این میکرد که خدا از زبان من با سرداران سپاه صحبت میکرد. در نظامی که رهبر اونچنین اعتقادی داره طبیعتاً چنین نظامی خود رو حق مطلق میدونه و دیگران رو مرتد ملحد میدونه که حتی شایسته زنده بودن نیستند و طبیعتاً در چارچوب یک حکمرانی هم شایسته بهره‌مندی از حقوق شهروندی یا حقوق حقه انسانی هم نیستند. مسئله دیگر هم سیاست امروز را خوش است و فردا روز دیگری است دیگه. یعنی هر وقت این جمهوری اسلامی با یک معضل یا مشکل مواجه شده با پاک کردن صورت مسئله اون رو در واقع حواله داده به آینده که مشخص نیست آینده کی فرا میرسه و کی قرار است بحران ها و مشکلات حل بشود. به خاطر همین هم هست که ما الان در ایران با یک باشتی از مشکلات مواجه هستیم که هیچ راهکاری هم نه حاکمیت داره و اگر هم در مواردی هست به دلیل همین نگاه در واقع بسیار متحجرانه خاصی برای تغییر اوضاع وجود نداره. به خاطر همین هم هست که ما الان در حاکمیت قبل هم متأسفانه در سیستان و بلوچستان این مشکلات وجود داشت، اما با آمدن جمهوری اسلامی و این ناکارآمدی و در واقع تهجوری که در این نظام هست وضعیت در این استان بسیار تأسف‌بارتر شد. شما در صحبتاتون به افراد بی‌شناسنامه اشاره کردید آقای نخل احمدی. اول اینکه آیا آمار دقیقی از این افراد در استان سیستان و بلوچستان وجود داره؟ شما به نرفتن مدرسه و نداشتن کارت نان اشاره کردید. چه مشکلات دیگری این بی‌شناسنامه بودن برای افراد درست میکنه؟ بر ما بیشتر شرح بدید. ببینید بر اساس آمار رسمی نزدیک به 500 هزار نفر افراد بی‌شناسنامه در سیستان بلوچستان وجود دارن، اما آمار غیر رسمی این عدد تقریبا بیش از 1 میلیون نفر هستند. خب دلایل زیادی هم برای اینکه این افراد چرا شناسنامه اوراق هویتی ندارن وجود داره. خب پدران بسیاری از اینها ساکن روستاهای دورافتاده و محروم بودند که در گذشته به دلیل بی اطلاعی یا محرومیت یا نبود آگاهی و اطلاع رسانی درباره ضرورت اقدام اخذ اوراق شناسایی نخواستن یا نتوانستن برای گرفتن شناسنامه اقدام کنند. حالا فرزندهای اینها بزرگ شدن و امکان ادامه کار در روستاها مثل کشاورزی و دامداری به دلیل خشکسالی نبوده، به دلیل فقر اینها مجبور شدن بیان در حاشیه شهرها سکنا بگذونن، اینها ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن و چون شناسنامه ندارن فرزندان اینا نمیتونن مدرسه برن، اینها نمیتونن کار رسمی داشته باشن، نمیتونن جایی رو برای کسب و کار یا زندگی کرایه بکنن، بیمه درمانی ندارن، حمایت های دولتی ندارن، امکانات برای سفر ندارن، یا خب به هر حال در شرایطی میبینیم که در بسیار موارد این افراد به نام اتباع خارجی دستگیر و رد مرز میشن. البته در میان اینها خب اتباع خارجی از افغانستان و پاکستان هم وجود دارن که متاسفانه به دلیل نبودن یک قانون مشخص درباره مهاجران که این در واقع یک سابقه 14 دهه‌ای داره، این اتباع هم بلا تکلیف هستند. دولت هم به بهانه همین مسئله تمام این بی‌شناسنامه ها رو در واقع در زمره اتباع خارجی قرار داده و در رابطه با حل و فصل مشکل اینها در واقع سنگ اندازی میکنه. تعیین تکلیف افراد بی‌شناسنامه به جای ثبت احوال در حال حاضر در دست شورای تامین استان هست، یعنی این یک مسئله کاملا امنیتی قلم داد میشه و در حال حاضر پرونده هایی در این شورا هست که از 40 سال پیش تشکیل شده، یعنی کسانی هستند که کاملا ایرانی هستند و به دلایلی که عرض کردم نتونستن شناسنامه بگیرن. 40 سال پیش اینها درخواست شناسنامه کردن، اما همچنان میبینیم که در واقع پرونده اینها همچنان باز است، اما هیچ کاری در مورد تعیین تکلیف اینها انجام نمیشه. آقای نخل احمدی، شما در صحبتاتون به این اشاره کردید که حاکمیت برای بهبود وضعیت سیستان و بلوچستان کاری صورت نداده. از نظر شما چه دلیلی برای این بی‌توجهی وجود داره؟ آیا این بی‌محلی و نادیده گرفتن فکر می‌کنید آمدانه است در چارچوب سیاست کلی نظام در این استانه، یا فقط نتیجه کمکاری مسئولین خود استان؟
ببینیم مسئله بیشناسنامه فقط منحصر به سیستان بلوچستان نیست. ما این مشکل رو در خوزستان، در کردستان و بخش دیگر از مناطق کشور هم داریم. اما تجمع بیشناسنامه در سیستان بلوچستان بیشتر هست. بخشیش خب به هر حال به دلیل همان ناکارآمدی حکومت یا دولت‌هایی بوده که تا الان آمدن و این در واقع ناکارآمدی به دلیل این بوده است که حوصله یا عزمی در رابطه با حل مشکلات وجود نداشته. قانون‌هایی که تصویب شده قوانین بسیار الکن و غیر قابل اجرا کردنی بودند. اما در رابطه با سیستان و بلوچستان به جز این مسئله یک مسئله یا در واقع یک اراده حکومتی هم وجود داره، به این معنایی که از گذشته هم در نظام گذشته، یعنی حکومت گذشته، هم در حال حاضر تلاش شده که ترکیب جمعیتی یا بافت جمعیتی این استان‌های مثل کردستان، خوزستان و سیستان بلوچستان رو تغییر بدن. به خاطر همین دو سیاست در پیش گرفتن. سیاست اول این که تا جایی که میتوانن محرومیت به این مردم تحمیل بکنن که اونها عطای ماندن در سرزمین خودشون رو ببخشن و از اونجا کوچ بکنن، حالا به شهرهای دیگر یا حتی به کشورهای دیگر، و بعد آمدن افراد زیادی رو از جاهای دیگر با قومیت یا مذهب دیگر آوردن در استان سکنا دادن و امکانات بسیار زیادی هم در اختیار اونها قرار دادن. دلیل این اراده حاکمیت این هست که خب این افراد چون قومیت بلوچ دارن، اهل سنت هستن، تجمع اینها در یک منطقه میتونه خب به هر حال یک عامل امنیتی یا تهدید امنیتی برای حاکمیت ها تلقی بشه. و به خاطر همین هم ما الان در اعتراضات هم دیدیم که حداقل یک سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی همچنان اعتراضات در زاهدان ادامه داشت. به خاطر همین هم هست که بخش شاید قابل توجه اون عمدی هست، یک مقدارش هم در واقع همون سیاست های ناکارآمد که کلی حکومت جمهوری اسلامی است که دامنگیر کل کشور هست. بسیار سپاسگزارم از شما. مهدی نخل احمدی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار از تورین، ایتالیا. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.